دوباره خوش آمدین ادامه صبح زندگی در بخش نبض سلامتی هستیم و مهمان خیلی گرامی ما جناب دکتر سب قیس نگزاد متخصص امراض داخله و جنسی با ما میباشد در مورد تکلیف عصبی روده ها صحبت های میداشته باشیم جناب دکتر سب سلام صبحتان بخیر خوش آمدید و صبح زندگی احمدی عزیز صبح شما بخیر و صبح تمام عزیزایی که امین اکرون ما را میبینن و مشنوان بخیر باشه. همگی بسیار راحت امه. بله ما همه این گونه مثل شما هستیم خدا کنه موضوعی <applause> که انتخاب کردیم تکلیف حسابی رو ده ها چی معنا دارد چرا پس موضوعاتی که اشاره میشه به موضوعاتی که از حضرت شما پیش می ما تعجب میکنیم که بیشتر با بیننده شریک بسازیم خیلی عالی دوست عزیز امراضی که بحث میشه امراض معمول جامعه هست اه. امراضی است که تعداد زیاد افراد سر و چهار هست اه. امراضی است که اکثر اوقات شکایات ناشی از این امراض پای ما را میبره به دکتر و گرفتن دوا پس من نیاز میبینم که اگر مرض در بین مردم زیاد ناآشنا هم هست باید به بحث گرفته شود <applause> اول من که باز بکنم سر از این صندوق را که باز بکنم شاید دمی استودیوم یک یک نفر دو نفری جنرال را داشته باشه بله چرا یک مرض معمول در افغانستان هست از نگاه تبابت مرض ما داریم تحت نام او آی بی اس یا اریتبل باول سندروم سندروم رودی تحریک پذیر بله تحریک پذیر به این مفهوم که مثلا دست پای ما رقم قبیر خم برم تحریک پذیر هستم صحیح؟ خیلی افراد به این مرضا مطلاح هستن بله. سندروم ام. مجموعه از عراض رو میگه روده یعنی این میره قم بین ازمی های حرکی داخل روده روده بزرگ و روده کچن میگه که تی دوست آشنا و رفیقم در مجلس که می باشم رقص پایکوبی که می باشد چرتم که آرام می باشد در میله و بندار و چکر که می باشم رودا جور از دفت آرام است همه که نارام بود جیب خالی بود چرتم نارام بود پریشان بودم یک کمک جگر خون شدم غراغر شروع میشه یه افرادی توی کایم میکنه میگه من تشناب که میرم تخلیه نمیشم ی افراد تو میکنه که میگه وای اوقات توالت بر من اتفاق میفته که یک پایم در خانه است یک پایم تشناب <applause> ی افراد تو شکایت میکنه میگه گویا اوقات اتر حالت به من دست میته که این دقه باید برم به خاطر رفع حاجت و اونجا که میرم می هیچ گپی نیست تشناب که میرم هرقدر در زور میزنم تخیل نمیشون و در پولی از او به طرف مثال گای اوقات امکان داره این این افراد در مواد غایتی خود شاهد تماشا کردن مخاط و قف باشند محرکین رضایی پیش ازی این افراد اشخاص وجود داره میبینی فرد میگه ما با مجرد که لوبیا را میخورم نخوت را میخورم به طور مثال چیزای سرخ شده را میخورم تند و تیز را میخورم میوه خستدار را میخورم میوه را با پوستش میخورم ام یک دونه سیب که میخورم ستاره شب را برای ما در روز نشان میده و به خیلی از هر غذا مجبور هستم که فاصله بگیرم این افراد از خاص امکان داره که ترس از خوردن بعضی غذاها پیششان باشه ی افراد از خاص گای اوقات وظیفه خدا اعلام مثلا یک جزء از کارهای روزمره ما حاضر شدن در مثلا تلویزیون هست نه اگر ما قرقره شکم داشته باشم خود سنگه متلافق با ناراحتی عصبی باشه قر شکم صدا کده که در مایک میره و طبیعی است که مثلا ما زیر تاثیر میرم که علی چی رقم صدا بود چی گپ بود فعالیت های روزمره فرد محدود میسازم پس هرگاهی که مجموعه از چنین اعراضی که ما برای شما اشاره کردم در نزد یک فرد موجود می باشه و این اینچنین حالت در سیر کدام مرض دیگه ایجاد نشده باشه ای را به نام سندروم روده تریک پذیر ایروتیبل باول سندروم یا مرض آی بی ایس شکایت و مریض هم همی هست مراجعه به دکتر صاحب داشته باشند به خاطر تشخیصش بیشتر به خاطر تدویش بپردازه بب... بله بله عزیز دل من احمدی بزرگوار گفته خودت این موضوع موضوع حساس است موضوع است که کیفیت زندگی فرد و روزمره مختل میکنند بله همه چیزایی که ما گفتم نشانه های مرض است ولی چگونه ما این مرض را تشخیص بکنیم این سوال هست مریض که مرض های چون این حالت یک آلت مزمن هست میگه دل از دکتر سیاست از دوا سیاست حالا من دل میخواهی پیش چرا سی ولی حالت کلینیکی مغز مریض ان همتو میکنه سالهاست که دوای میده خورده میشه ای مرض ان همتو وصف داره به می خاطر یکی از ارزای تداوی است که مرض بر فرد تشریح میکنه که بیا در این نمیکشید سرطان نیست به کدام حالت خراب تبدیل نمیشه ولی کتیت رفیق است همیشه با تو میمونه نه نه این استیلا باید استفاده نشه که گوزی مریض خیلی مایوس میکنه یعنی درمانش تداوی بله درمان و درمان داره ولی در درمانش تو پایت را باید داخل بسازی تو نمیشه که همه چیز را به دوا واگذار کنی درمان وقت داشتیم میاییم به خیر تدویش تداویش تشخیصش گفتم بچه شوه صورت میگره به خاطر تثبیت و تشخیص مرض آی بیس ما کریتریای روم فور داریم یا کریتریای یا شاخص های روم 4 این مرض آی بیس یک مرض نیست که برای مریض به طرز اندوسکوپی کنی بر مریض از طریق مقعد پایپرتی بر مریض بیا در بزرگوار ماینات مدفوع بکنی کلچر مواد غایتا بکنی معاینات خون بکنی یا که به طرز مثال تست اچ پی برش بکنی یا میپ بکنی یا جاردیار اس بکنی یا به سال مثال سایکرس پورا بکنی این تو نیست این مرض توسط گفتار مریض تشخیص میشه <متصفح> کدام ماینه تثبیتی دیگه نداره خب گفتار چی است نمبر اول درد شکم خب نمبر اول تغییر در شکل مواد غایطه مریض میگه یک دفعه مواد غایتا ما سخت است یک دفعه نرم است یک دفعه اوگین هست یک دفعه بسیار سفت است یک دفعه مثلا مدفوع پشقل واره میاد یک دفعه ببینید که بتر مثال میگه او واره یک دو تغییر در درد با تغوت یک کس میگه میگه درد شکم ما تشناب که آرام میشه کسی دیگه میگه که درد شکم ما بعد از یک رفع حاجت میکنه بدتر میشه و سوم تغییر با دفعات مدفوع یعنی مثلا درد امرو با تغییر در دفعات مدفوع یکی مثلا تست تشناب تشنوب دویده میره کمی میخوره نانه ده دفعات تشناب میره اه. یکی برعکس نانه میخوره چهار روز هم عمل یا در وقت رفع حاجت بسیار فشار ضرورت است تا یک تخلیه صورت بگیره پس هرگاهی که یک دانه شاخص درد بطن همراه با دو یا اضافه تر از دو امی شاخص های دیگه که توضیح دادم موجود باشه این گمان دکتر را بیشتر می سازه به موجودیت سندروم روده اصبی خیلی عالی سپاس به. به. و... اگر اگر تثبیت شد م. که پیش فرد واقعا آی بی ایس موجود هست باید مورد تداوی قرار بگیرن احمدی صاحب مدقیق نمی فهم چقدر تایم دارم که تایم ما تمام است فقط خواه در رابطه تداویش هم بفهمیم درست درست باید روان درمانی صورت بگیره اه. فرد در مورد مرضش برش معلومات داده شوه برش فهمانده شد که حالت خطرناک نیست جدی نیست کشنده نیست قابل تشویش نیست به جای به جای ماینات نکن موضوع معلوم است مغز تارم کو در تداویت خودت خود را داخل بساز غذاهایی که میفهمی سرد بد میخوره نخو کم کم غذا بگی چند دفعه ورزش بکو تا میتاری خود را با نشاط نگاه کن دوی بر سه سه افراد اشخاص با مراد کردن همه احتمامات جواب میتن و کیفیت زندگیشان بهبودی پیدا میکنن اگر با این احتمامات نتیجه نداد دکتر صاحبای متخصص نظر به عراض مریض برای دردش شکم مریض برای باد شکم مریض برای اصالات مریض برای قبضیت مریض و برای نراحتی های عصبی مریض داروهای تجویز میکنن تا در کل کیفیت زندگی بهتر شود و فرد بانشاد دار شاید سپاس جناب دکتر صاحب قیس نگزاد مدرسه امروز داخله و جنسی از اینکه دوت ما را پذیرفتید و موضوع خوبی بود بیشتر توجه به خود داشته باشید خیلی ممنون تشکر احمدی صاحب سلامت باشید سپاس از شما از هم که بینده صبح زندگی هستید در حال حاضر هم وقفه داریم بعد از وقفه بخش باستانه فراموش نکنید.